راز یک عهد، آغاز خدمات عیسی. یحیی چندی پس از تعمید دادن عیسی دستگیر و به زندان انداخته شد. عیسی مسیح چندی پس از دستگیری یحیی خدمت خود را آغاز کرد. پیامش نیز چنین بود: زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این بشارت ایمان آورید. عیسی ابتدا خدمتش را از موطن خود استان جلیل واقع در شمال سرزمین موعود آغاز کرد. عیسی در کنیسه شهر کفرناحوم همه را شگفت زده ساخت، زیرا به جای تکیه بر اقتدار کتاب مقدس بر اقتدار خود تکیه کرد و نیز به معجزه ای روح پلیدی را از یک دیو زده بیرون راند. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Thou come to destroy us? I know thee who thou art, Holy One of God. Hold thy peace and come out of him. عیسی هرچند نمیخواست معجزاتش هیاهو بپا کند، اما هر جا میرفت توده مردم به دورش گرد میآمدند، تا بدان حد که یک بار گروهی مردی علیل را به پشت بام خانه ای بردند و سقف را شکافتند و او را نزد پای عیسی فرود آوردند تا او را شفا بخشد. Son, thy sins be forgiven thee. Why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise, and take up thy bed and walk? I say unto thee, arise. And take up thy bed, and go thy way into thine house.
چندی نگذشت که آوازه عیسی همه جا پیچید و مردم از نواحی مختلف می آمدند تا تعالیم او را بشنوند و از بیماری ها شفا یابند. هرچند وقتی در موطن خود ناصره خدمت و موعظه آغاز کرد به مشکل افتاد. باری در کنیسه ای موعظه می کرد و از کتاب اشعیا نبی چنین نقل قول آورد: روح خداوند بر من است و مرا برگزیده و فرستاده تا فقیران را به خبر خوش بشارت دهم، تا خبر آزادی را به اسیران اعلام کنم و نابینایان را شفا بخشم و مژده سال پسندیده خداوند را ندا دهم. و به شنوندگان خود گفت: آن نبوت همکنون در حال تحقق است. مردم که می دانستند او از چه خانواده حقیری است، حیرت کردند که چگونه خود را نبی می خواند. وقتی عیسی آنان را به خاطر بی ایمانیشان توبیخ کرد، چنان با او خصومت کردند که به سختی جان سالم از آنجا به در برد. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. This day is this scripture fulfilled in your ears. Is not this Joseph's son? Ye will surely say unto me, whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, but unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel, and none of them were cleansed, saving Naaman the Syrian. عیسی مسیح پس از اینکه شبی را در دعا گذراند، از میان پیروان خود 12 نفر را به عنوان شاگرد برگزید و آنان را رسول خود خواند، که به معنای فرستاده است. پتروس، آندریاس، یعقوب، یوحنا، متا، فیلیپ، برتولوما، توما، یعقوب پسر حلفای، یهودا پسر یعقوب، شمعون غیور و بالاخره یهودای اسخریوتی خائن که عیسی را تسلیم دشمنان کرد. گروهی از زنان نیز شاگرد و پیرو عیسی بودند که برخیشان را شفا داده بود و در خدمت عیسی و شاگردان سهیم بودند و آنها را یاری می رساندند. مریم مجدلیه و یوحنا همسر مباشر هیرودیس پادشاه نیز در میان گروه زنان بودند. پیروان دیگری نیز بودند که در گروه‌های بزرگ و کوچک می‌آمدند و می‌رفتند.